یس. بله. اون رخت و لباسا رو ول کن، یه فکری بالا این هندونه ها بکنی. فکر نداره که، یه حسیری پتو یه چیزی بنداز روش دیگه، زود باش تو هم. ای بابا خاله رو من نمیشناسی، بیا تو همه جا رو سرک میکشه، بذاری تو حوض. خب سرک بکشه، اصلا هیچی ننداز روش، بذار ببینه. ببینه؟ بله. همین جوریش خان نسنو جنوس خانم ما رو آدم حساب نمیکنن دیگه، چه برسن بفهمن بابای ما هندونه فروش هم شده. سه بودو برو توی یه چیزی بیار، یه حوله یه پتوی چیزی بودو. علی آقا برای شما فرقی نداره که باباتون هندونه فروش باشه یا اینکه تو خط فرودگاه کار کنه، خاله نسرین میدونه دخترشو به کی بده، به تو یکی نمیده. چرا نده؟ برای اینکه دهنت بویه شیر میده. شعبارش هم نمیتونه بکشه بالا. حرف نزن دختر زش. من نمیگم، بابا میگه. ای سهم، آدم با داداش بزرگش اینجوری حرف میزنه؟ بیادب، مؤدب باش. اگر که تو اینو تربیت کنی، این کم جیش بی تربیته. البته یه موضوع دیگه هم هست، دماغش هم نمیتونه بکشه بالا. نزن. اگه یه بلایی سر تو بیاد من چه خاکی به سرم کنم آی. آقا ماشالله داری خجالت هم میدی؟ میدونی اگر این عشق دو طرفه نبود تا حالا زندگیمون دووم پیدا نمی کرد؟ نایی یادت اون روز اومد بودم خواستگاری، اون روز خوشحال بودم که میخواستم با تو ازدواج بکنم. هی داده بیداد مثل اینکه همین دیروز بود آقا ماشالله. خلاصه نایی با این همه سال زندگی با تو هنوز این روزای اول نامزدی دلم برات یه ذره میشه. چونه ماشالله راست میگی؟ ماشالله بمیره ایشالله. بای خدا نکنه، این چه حرفیه میزنی آخه؟ ایشالله نکنه نایی جون، ایشالله ماشالله بمیره از دستش راحت بشی. باز تو خودتو لوس کردی برای من. نایی شیشه رو بده بالا، مثل اینکه صدامونو دارم بیره.